سلام من آرشم اینجا کانال پرشن پویسی و اگه در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقمندان به شعر و ادب پارسی هستید بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای تفسیر غزل سیوم از دیوان حافظ رسیدیم به غزل سیوم از دیوان حافظ اگر تشریح و تفسیر 29 غزل قبلی از دیوان رو هم تماشا نفرمودید لینک پلیلیستشون این بالا تقدیم حضورتون میکنم حتما تماشا بفرمایید خالی از لطف نیست بهتر با جهان بینی حافظ آشنا میشید چیزی که امروز هم بهش برخورد میکنید غزلی که امروز میخوایم بخونیم یک غزل درجه یک عاشقانه است و خب باز هم تاکید داره بر دیدگاه و نگرش حافظ شما رو میذاره پشت دریچه چشم حافظ و باعث میشه شما از نگاه حافظ به جهان نگاه بکنید نگاهی که همیشه درش عشق از همه چیز برتر بوده حتی از عقل چارگرا بارها راجع به دیدگاه حافظ و اینکه در هیچ چارچوبی قرار نمی گرفت با هم صحبت کردیم او اساسا محدودیت گریز بود در هیچ قاعده ای قرار نمی گرفت الا اون چارچوب خاصی که خودش تشکیل داده بود یعنی رندی بارها خودش رو رند خطاب کرده بود معتقد بود سرچشمه ی همه چیز عشق و شما عشق رو باید چیره بر همه چیز ببینید اگر شما عاشق باشید و آزار به کسی نرسونید نتیجه این میشه لذت بردن از زیبایی های جهان بدون اینکه به کسی ضرر برسونید و این مکتب رو برای خودش مکتب اساسی میدونست و در این چارچوب زندگی میکرد کمون که, که اگر شما غزلیاتش رو مخصوصا خوب به دقت تماشا بفرمایید میبینید از حیات تا مماتش تحت تاثیر عشق هست همه چیش خور و خوابش حتی عبادت کردن و بندگی کردنش همش تحت تاثیر عشقه این غزل هم که امروز براتون میخونم عرض کردم خطاب به معشوقه حالا شما میتونید این معشوق رو هر چیزی تصور کنید میخواید از نگاه عرفانی بهش نگاه بکنید میشه معشوق ازلی اما نه اگر میخواید با دید زمینی هم حتی بهش نگاه کنید که به شکل و شمایل این غزل بیشتر شبیه یک غزل درجه یکی و تمام و کماله حافظ در غزل سیوم از دیوان خیلی خوب به اقراق های این غزل دقت بکنید میگه زلفت هزار دل به یکی تارمو ببست زلفت هزار دل به یکی تارمو ببست راه هزار چارگر از چار سو ببست تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان بکشود نافعی و در آرزو ببست شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوگری کرد و رو ببست ساقی به چند رنگ میان در پیال ریخت این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست رب چه غمزه کرد سراهی که خون خم با نعره های در گلو ببست مطرب چه پرده ساخت که در پرده سما بر عهد وجد و حال در های ببست حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست احرام توف کعبه دل بی ببست بریم برگردیم تحلیلش میکنیم خب بدون فوت وقت بریم سراغ تحلیل و تفسیر این ابیات که یکی از یکی زیباترن در بیت اول میگه زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست راه هزار چارگر از چار سو ببست بسیار زیباست هزار در هر دو مصرع استفاده شده اینجا نشانه کسرت و فراوانی است یعنی چه بسیار چارگر هم که اینجا نماد کسانی است که خودشون رو مدیر و مدبر میدونند کسانی که فکر میکنن با عقل و خرد پاسخ هر مشکلی رو میتونن پیدا بکنن پاسخ هر سالی رو هر دردی باشه با عقل و خرد درمان میشه هر زنجیری باشه با عقل و خرد باز میشه و در جریان نیستن که دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجن عشق از این در تو عقل از در پشتی بیرون خواهد رفت و اصلا دیگه جایی که سیتره داره عشق و جایی که قلمرو عشق حقیقتا عقل اصلا زورش نمیرسه که پاش رو اونجا بذاره در این بیت هم به همین اشاره میکنه میگه زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست یعنی قدرت و جاذبه و جذابیت این تار موی این معشوق دلکش و زیبا اونقدر زیاده که هزار تا دل رو به یه تار مو اسیر میکنه یعنی شما تصور بکنید اگه این زلف پریشان بشه چقدر کشته مرده خواهد داد میگه این انقدر جذابه یه تار مو هزار نفر رو اسیر میکنه این افسونگری و این سحر و این جادوی گیسوی تو همه رو مفتون خودش کرده کیا رو هزار تا عاقل و مدبر و مدیر رو هزار تا عاقلی که فکر میکنن با چارجویی هر مشکلی رو میتونن حل بکنن اینا ممکنه برای هر مشکلی راهکار داشته باشن برای هر دردی دوایی داشته باشن هر زنجیری رو بتونن با عقل باز بکنن ولی زنجیری که توسط حلقه گیسوی یار بر دل انسان بسته شده باشه به این سادگی ها با عقل باز نخواهد شد جای دیگه در رابطه با این دیدگاه که زور عقل به عشق نمیرسه و کسانی که میخوان عشق رو مقوله عشقی رو مقوله احساسی رو چیزی که در دلی که در دریای عشق غرق شده رو با زنجیر عقل بیرون بکشن یک بیت جذاب سروده میگه دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد ز که در تدبیر درمانند درمانند اونا که فکر میکنند این درد رو میشه درمان کرد همون درمانده خواهند شد در بیت دوم حافظ به رخ میکشه زیبایی و جذابیت معشوق رو که چقدر خواستنی و حقیقتا چقدر خونریزه میگه تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان بکشود نافعی و در آرزو ببست این به بوی در مصرع اول ایهام داره میگه تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان این دو پهلوه دو معنی میشه ازش برداشت کرد معنی اول اینه که به امیده به هوای و خب معنی دوم همون بو و رایحه هست میگه این دلبره شهراشوب عاشق خوش سنگین هم هست همون مقام در حقیقت معشوق در ادبیات کلاسیک ماست البته خب در نظر عاشقان این گونه است دیگه در نظر کسی که عاشق این معشوق نیست که خب همچین حالی نداره او عاشق خوش و سنگیندل و خونریز نیست عاشق آ... داره در آتش اشتیاق میسوزه و دلش میخواد که معشوق لطف و عنایت بیشتری بهش داشته باشه اما خب این معشوقی که حافظ برای شما تصویرش رو در حقیقت کشیده سر شلوغ این عاشق زیاد داره و نمیتونه به همه توجه کنه از این جهت که عاشق دلش لطف و عنایت بیشتری میخواد اما معشوق اصلا در حد و اندازه نمیبینه همه این اشاق رو که به همشون لطف و عنایت بکنه قطعا همیشه عاشق حال زاری داره از این ماجرا نافه هم که خب میدونید بارها راجع به صحبت کردیم کیسه کوچکی که در شکم آهوی خوتن شکل میگیره بسیار معطر و بسیار خوشبوست در صنعت عطرسازی امروز هم استفاده میشه و خب یه قاعده جالبی هم داره این کیسه و این نافه این مشک وقتی در شکم آهوی خودن شکل میگیره معمولا آهو شکم شروع به خارش میکنه و اگه شیء نکتیزی یا سنگ نکتیزی پیدا بکنی شکمش رو سایش میده به این سنگ و معمولا این کیسه پاره میشه و این عطر خوشبو این ماده معتر فضا رو پر میکنه در قدیم عطر میساختن ازش هنوز هم عطر میسازن و این نافه کشی اتفاقاً بسیار کار پرزرافت و سختی هم از کسی که میخواد این نافر از شکم آهو خارج بکنه بگذاریم این در آرزو ببست این در آرزو بستن هم یعنی راه محقق شدن آرزوهای عاشق رو صد و مسدود کردن فرض بکنید آرزوهای شما بیرون از این دره و این در بازه شما وقتی میاد راهی بشید به سمت آرزوهاتون که برید و به دستش بیارید مشوق میاد و این در رو روی شما میبنده همینقدر ظالم همینقدر خون ریز اینجا هم همین رو میگه میگه مشوق برای اینکه محکی بزنه این عاشقان خودش رو امتحانی بکنه اینها رو در این نافر رو باز میکنه این گره رو از گیسوش باز میکنه و گیسوش رو پریشان میکنه همیشه هم در نظر حافظ گیسوی یار بوی مشک ناب میده همیشه معطر و خوشبو هست میگه این میاد که اینها رو محک بزنه گره رو از زلفش باز میکنه نافر رو میگه نافهی بکشود همینه نافه رو باز میکنه این بو که همه جا پخش میشه این آشقان در تب و تاب میفتن کار آتش عشق اینها رو شعله ور میکنه و اینها به قلیان میفتن و وقتی خوب بهشون نظاره میکنه و میبینه که عاشقانش به چه روزی افتادن مجدد در این آرزو رو میبنده و گیسوانش رو دوباره گره میزنه و میبنده اینجوری آتش عشق اینا رو شعله برتر میکنه و این حرکت چه خونهایی از حسرت در حقیقت میریزه از دل عاشق و دل عاشق رو میفشوره حقیقتا جای دیگه میگفت به بوی نافه ای کاخر سبازان تور شاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها و میرسیم به بیت سوم که به شما نشون میده ارتباطات بین کلماتی که حافظ در ابیات انتخاب میکنه چقدر شاکله جذاب و قدرتمندی دارن بی خود بی جهت نیست که اونقدر کمگو بود یعنی 300 سد خورده غزل در این همه سالی که حافظ غزل میسرود و شعر میگفت تعداد بسیار اندکی است اما این نقل قول رو اثبات میکنه که حافظ بسیار حساس بود به غزلیاتش و بارها و بارها پس از سرودن غزل رو ریویو میکرد کلمات مناسب رو جایگزین میکرد تا به نتیجه دلخواهش برسه که نمونهش رو اینجا میبینید میگه شیدا شدم از آن که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوگری کرد و رو بست این شیدا که اینجا انتخابش کرده بی دلیل نیست عاشق یک فرقی با شیدا داره وقتی عاشق در عشق افراط میکنه به شیدایی و جنون میرسه یعنی یک گام باید جلوتر بره از عاشقی تا به جنون و شیدایی برسه و خب با دیوانه و مجنون چه میکنند به زنجیر میکشنش زنجیر به پاش میبندن و کسی که کارش به شیدایی رسیده در راه عشق و مجنون یک لیلایی هست باید با چه زنجیری به بند کشیده بشه قطعا زنجیر گیسوی یار زنجیری که درمانش میکنه حالا از این جهت حافظ از لفظ شیدایی استفاده کرده تا یک ارتباطی بده به کلمه ما و یک مضمون جذاب رو برای شما خلق بکنه نمیدونم در سنن قدیم فکر کنم در اغلب اقصانوقات جهان این مسئله بوده به ماه زدگی اعتقاد داشتن معتقد بودن وقتی ماه در آسمونه عاشق رو عاشقتر میکنه دیوانه رو دیوانه تر یه قدرت جادویی داره ما و خب اینجا داره میگه شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو این شیداری رو به در حقیقت نمود ما هم وصل کرده که این به شما نشون میده چقدر مزمون سازی و چیدمان کلمات برای حافظ مهم بوده این ابرو نمود هم که یعنی ابروشو نشونه موند جلوگری هم که نش و خودنمایی کردن دیگه نمیدونم دقت کردید یا نه در اول ماه های قمری در وسطش در چهاردهم ماه قمری که ماه کامل دیگه میگن ماه دو هفته بهش میگن ماه شب چهاردهم که ماه کامل بنابراین در اول ماه قمری ماه یک هلال بیش نیست بسیار نازکه و کما اینکه با چشم غیر مسلح خیلی میتونید سخت ببینیدش مگر آسمون خیلی صاف باشه و اگر هم آسمون کمی غبارالود باشه یا کمی ابری باشه اینقدر کم نوره که شما اگر لحظه هم طلوع این ماه هلالی رو ببینید به طرفت العینی زیر یه ابری قایم میشه خیلی نورش کمه و به سختی میتونید ببینیدش این رو نسبت داده به چهره معشوق چرا شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو ابرو نمود و جلوگری کرد و رو بست میگه من این سبب شیدایی و جنون و دیوانگی من عاشق و بقیه عشاق این معشوق اتمالا همینه که این نافر از گیسو باز میکنه گیسو رو باز میکنه میبینه ما به تب و تاب افتادیم میبنده عین ماه نو این هلال ماه نو هلال اول ماه های قمری رو هم تشبیه کرده به کمان ابروی معشوق میگه عین ماه نو این مشوق میاد یه دقیقه این مو رو باز میکنه میبنده دفعه بعد میاد از بین این هجاب روی صورت یک لحظه این چشم و ابرو این ابرویی که مثل هلال اول ماه نوی قمری هست رو نشون میده بلافاصله چهرهش رو میبنده هجاب رو میکشه روی صورتش حالا شما تصور بکنید چقدر این کمر عاشقی که در عشق داره میسوزه رو خم میکنه و کمان میکنه کمرش جای دیگه ای گفته شکسته گشت چون هلال پشت قامت من کمان ابروی یارم چو وسمه باز کشید بسیار زیباست میگه این معشوق من زمانی که این ابرو رو وسمه میکشه وسیله برای آرایش بوده مثل هنها که برای میذاشتن یه گیاهی هم بود که باش ابرو رو رنگ کرده. که وقتی این وسمه میکشه روی این ابرو و این هلالیش در میاد قشنگ کمر من رو خم میکنه و پشت من هم مثل هلال خم خواهد شد میرسیم به بیت چهارم که یکی از اون ابیاتی است که در ابتدا عرض کردم خدمتون میتونید این معشوق رو معشوق عزلی هم فرض بکنید یعنی میتونید برداشت عارفانه هم از این غزل داشته باشید میگه ساقی به چند رنگ میگن در پیاله ریخت این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست ارز کردم هم عارفانه میتونید نگاهش بکنید هم عاشقانه بخواید عاشقانه نگاهش بکنید ساقی میشه کسی که شراب میده که گهگداری در غزلیات حافظ ساقی خود معشوقه کدو هم نمیدونم دقت کردید یا نه شکل ظاهری کدو شبیه به تنگ شراب و سراحی شراب هست و اصلا در قدیم الایام کدو رو خشک میکردن و یا برای کشیدن قلیون ازش استفاده میکردن یا اصلا واقعا درش شراب میریختن و شراب سرو میکردن درش و خب زمین که اگه قرار بود باهاش قلیونی کشیده بشه یا جام شرابی از این سراحی شرابی از این درست بکنن روش رو حکاکی میکردن و هنرمندی میکردن به اشکال مختلف تعمی آوردنش دقیقا اتفاقی که امروز اگه دقت بکنید میبینید معمولا در شبه یلدا مخصوصا با هندوانه رخ رو روش حکاکی میکنن و تصاویر جذابی رو خلق میکنن معنی بیت اگر نخواهید عارفانه نگاش بکنید اینه که ساقی چه ذوقی داشته و چه در حقیقت ذوقی به کار برده چه شراب های رنگارنگی رو تهیه کرده دستش درد نکنه هنرنمایی کرده و چه تصاویر و نقش های در حقیقت خلاقانه رو, رو روی این کدوهایی که به شکل سراحی درست کرده رقم زده و به دست ما میرسونه میخواد بگه ساقی تمام هموغمش رو گذاشته برای اینکه ما رو مست بکنه میتونید این ساقی رو حتی معشوق در نظر بگیرید که این بدنش رو به یک سراحی شراب تشبیه کرده باید سر کشید این شراب رو و مست شد اما برداشت دومتون میتونه عارفانه باشه یعنی ساقی رو معشوق ازلی در نظر بگیرید که در حقیقت عشق او سبب مستی همگان شده و همه رو مست و مفتون ساخته کدو هم میتونه کاسه سر باشه اگر از نظر عرفانی بخواید به این غزل و به این ابیات نگاه بکنید میگه خدا که خودش خالق زیبایی هاست و عرض کردم حافظ معتقد هر زیبایی در جهان میبینه رو باید وصل بکنه به چشمه اصلی جمال که همون جمال الهی است برای همین هم میگه من اگه نظر بازم اگر من زیبایی های جهان رو میبینم و بهشون عشق میورزم در هر چیزی زیبایی میبینم حتی در هر معشوق زیبایی میبینم و بهش عشق میورزم به خاطر اینکه این این معشوق زیباییش رو از جمال الهی میگیره و من زیبا پرستم زیبا بینم از این جهت که دارم در هر منشعی از زیبایی جمال الهی رو میبینم این هم میگه خالق این زیبایی ها و معشوق ازلی ساقی ازلی و ابدی چقدر با مهارت و توانمندی خارقلادهی شراب های رنگین رو در سر همه ماریخته در کاسه سر ماریخته این شراب های رنگین میتونه شامل افکار و اندیشه های گوناگون باشه این نشون میده که چقدر حافظ آزاداندیش بوده این که میگم در هیچ چارچوبی نمی برای همینه معتقد تمام این شراب های رنگارنگ تمام این طرز تفکرها حتی اگر ایدئولوژیک باشن بالاخره یه نفر با یه ایدئولوژی زندگی میکنه آن یکی با یه ایدئولوژی دیگه ای مذاهب تمام درگیریشون با هم سر همین مسائل دیگه، همه رو زیبا میدونه و همه رو شراب میدونه. میگه فرقی نمیکنه. این شراب های رنگارنگ رنگ رو معشوق ابدی و عذلی در کاسه سر همه ما ریخته، در کاسه سر آدمیان ریخته یا در پیاله دل انسان ها ریخته و حقیقتا این تفاوت ها چقدر تصاویر جذاب و حیرت انگیزی رو خلق کرده. جای دیگه میگه آهزان نرگس ساقی که چه بازی انگیخت آهزان مست که با مردم هوشیار چه کرد میرسیم به بیت پنجم دقیقه من زیبا ترین بیت این غزل هست و یکی از زیبا ترین است که در کل غزلیات حافظ تا امروز با هم خوندیم میگه یارب چه غمزه کرد سراهی که خون خم با نعره‌های های در در گلو ببست سوال داره میپرسه قمزه که یعنی اشوه و کرشمه دلبری افسون اشارات دلبرانه حالا با چشم و ابرو سراهی هم که بارها راجبش توضیح دادیم ولی اینجا چون به قلقل اشاره کرده من دیگه باید شکل و شمایل سراهی رو قشنگ براتون شر بدم سوراهی ظرف شراب بزرگتر از یک پیاله شرابه بارها عرض کردم اینو خدمتون ظرف شیشه ای یا بلوری شکم داره معمولا این گردنش بسیار باریک هست که حالا درش توی این بهش میگن تونگ شراب تو شراب میریزند و خب پس از این به پیاله ها تقسیم میشه از این به پیاله ها شراب میریزند و خب در قدیم الایام خیلی میخواستن هنر به خرج بدن به شکل حیوان درست میکردن به شکل مار درست میکردن ده دهانه سراهی رو یا به شکل مرغابی در حقیقت درست میکردند شراب از چشم و دهانش میخواد بگذاریم به سبب این قوسی که در گلوی سراحی هست نمیدونم اگر شیشه آب هم در منزل داشته باشید اگه یه سره باشه که خب قلقل نمی کنه اما اگه این دهنش باریک باشه و خب شکم داشته باشه وقتی میاد این آب رو در لیوان بریزید یا از یک سراحی می رو در پیاله بریزید این صدای قلقل رو کامل میشنوید حالا خون خم چیست؟ خم وقتی میگن شراب درش به جوش میاد خون خم میشه همین شراب که در کجا ریخته میشه در سراحی حالا به مضمونی که حافظ اینجا خلق کرده دقت بکنید مغز شما متلاشی میشه که حافظ چقدر دقیق به تمام عناصر نگاه میکرده چقدر چشم دقیقی داشته و چقدر در حقیقت خیال انگیز غزل میسروده خب شما اگه دقت بکنید خم همیشه در شراب خانه ها حتی جای سرو میشه در خانه ها که هیچی در می خانه ها هم همین گونه است خم که درش شراب رو میندازن شراب درش به جوش میاد لرد ها میره پایین و شراب صافی بالا میمونه معمولا در پستوی میکده هاست جلو چشم عموم نیست اونی که در جلوه گری میکنه چشم و ابرو میاد و میخاران رو تحریک میکنه که می بنوشن صراحیه. که سر میزه سراهی در چشمه بنابراین این سراهی پیاله پیاله می میریزه برای کسانی که می می نوشند و زمانی که این خم از شراب توهی میشه عملا این خم می میره خون خم در سراهی است که به دست می گساران میرسه و بسیار به این موضوع جذاب اشاره کرده در قدیم هم میگفتن این خون در حقیقت مقتول همیشه در گلوی قاتل گیر میکنه اینجا هم همین رو میگه میگه این صدای قلقلی که دارید میشنوید صدای خون اون خومه که در گلوی سراهی گیر کرده به همین جهت از لفظ نعره استفاده میکنه نعره به قاتل بیشتر میاد داره میگه خدایا این سراهی چه مدل غمزهی کرده بود که بلای جان خوم شده بود این خوم رو به کشتن داد ولی خب میدونیم خون مختول هیچ وقت رو زمین نمیمونه خون کسی که کشته شده رو زمین نمیمونه برای همین هم خونه خون خوم در گلوی سراهی گیر کرد اینگونه قافل گیرش میکرد و باعث میشد با گلگل گل نعره بکشه حالا این رو وصلش بکنید به بیت دوم در همین غزل میگه تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان بکشود نافعی و در آرزو ببست اینجا اشاره میکنه به همون اینو میرسونه به گوش معشوق میگه حواست باشه اگه تو هم بخوای در اشوهگری اینجوری زیاده روی بکنی باعث ریختن خون عاشقت بشی این خون بالاخره گلوتو دامنتو میگیره دامنتو میگیره رو آلوده میکنه و مستاق دقیق اینه که دست بالای دست بسیار است شما دقت بکنید سراهی خم رو میکشه خون خم رو در خودش میریزه و میکشه خم میمیره سراهی همین رو تقدیم به پیاله ها میکنه و خود سراهی هم از بین خواهد رفت و پیاله هم همینطور پیاله هم به دست میگساران نوشیده میشه و گهگداری در انتهای مجلس باد نوشی به زمین کوفته میشه و شکسته میشه و اینجوری ناپایداری همه چیز به اثبات میرسه حافظ به این نکته هم اشاره میکنه اینکه فکر نکن تو فقط خون منو داری میریزی خون خودت هم یه روزی ریخته میشه یاد غزل معروف فاضل نظری میافتن گفت منو جام می و معشوق الباقی اضافات هست اگر هستی که بسم الله در تأخیر آفات است مرا محتاج رحم این و آن کردی ملالی نیست تو هم محتاج خواهی شد جهاندار مکافات است به همین موضوع اشاره میکنه و بعد در انتها برای اینکه این فضا رو یه مقداری تلطیف بکنه اینکه داره به معشوق هم میگه و میگه این بلا سر خودت هم میاد با من این کارو نکن در انتها کمی عقب میکشه عاشق رو نمیدونم دقت کردید یا یعنی. نه یه لحظه ناله میکنه یه لحظه گلایه میکنه بلافاصله پاپس میکشه و در حقیقت پشیمان میشه از گلایه که کرده در تو هم میگفت من اقرار با اجبار میگیرند باور کن شکایت های من از عشق دست ترافات است خود حافظ هم جای دیگری میگه یاندم که به یک خنده دهم جان چو سراهی مستان تو خواهم که گذارند نمازم در بیت ششم حافظ شمایل بسیار جذاب و زیبایی از حال تعجب رو برای شما تصویر میکنه میگه مطرب چه پرده ساخت که در پرده سما بر اهل وجد و حال در های هو ببست مطرب که خب به معنی نوازنده هست اینجا معشوق هم میتونه بیان بشه دو تا پرده داریم اینجا مطرب چه پرده ساخت که در پرده سما پرده اول این رشته هایی هستن معمولا عمودی که در سازها طبیعه میشن نمیدونم تار رو دیده باشید ستار گیتار تمام این در حقیقت ابزارالات موسیقی این آلات موسیقی که فرت دارن نوت ها این گونه عمودی از هم جدا میشن به اینها میگن پرده این پرده اول هست و پرده دوم به معنای میان پرده هست پرده نمیدونم تئاتر رو دیدید بین صحنه هاش بین سکانس هاش میان پرده داره یه سری معتقدن که این منظورش اینه که مطرب در پشت پرده می نباخته که این خیلی تعبیر جذاب و حافظانه ای نیست این دستپخت این معاصرین ماست در این چند چند دهه اخیر چل سال اخیر که نوازنده مجبور از پشت پرده ساز بزنه ساز رو نشون نمیدن اصلا در متاسفانه تصاویر صدا سیما. اما در قدیم این گونه نبوده مطرب و نوازنده در مجلس می و این باعث شور و شوق می شد به ویژه اگر مجلس عیش و نوشی هم بود به وجد می آورد همه رو حالا شما برسید به این ماجرا اهل وجد و حال هم اگر عارفانه بخواید نگاهش بکنید اهل دل اهل معنی و اگر بخواید عاشقانه نگاهش بکنید زمینی نگاهش بکنید اهل عیش و عشرت هستن شما تصور بکنید یک مجلسی رو که بادخارانی اهل عیش و نوش درش هستند و خب مطرب و نوازنده همون گوشه یک شوروحالی به این بزم داده. معمولا مایه شادی و شوروحال این بزم هست. یه موسیقی هم اونور داره نواخته میشه. اما فرض بکنید این مطرب طوری زمام و امور رو دستش گرفته که همه ها باز مونده به سمت این که این چه میکنه؟ چه صدایی از این پرده های ساز داره در میره حالا این رو میتونید به مجلس سما هم ربطش بدید چون داره میگه در پرده سما چون فیما بین سما هم فیما بین این چرخش ها هم میان پرده ای بود پرده ای بود که سما لحظاتی متوقف میشد معمولا به شور میپرداختن به های هوی میپرداختن و پس از اون مجددا سما شروع میشد و این لفظ هوهو هو هم در سماع در حقیقت جاری بود معمولا استفاده میشد بخشی از سما بود و اینجا داره میگه این مطرب چه آهنگی ساخته و پرداخته که ذهن و اذهان تمام این اهالی این مجلس ایشانوش رو ایش و اشرت رو به این نوایی که داره می نوازد مشغول کرده معمولا در میان پرده سما عرض کردم در این استاپی که بینش هست شور و حال و هست قریب شادی هست این دفعه این خبرانی نیست مطرب انگار افسار این مجلس رو در دست گرفته و اصلا دیگه نه کسی آواز میخونه نه اگر این مجلس مجلس چرخش و سماعی هم هست کسی حتی هوهو میکنه همه مه و حرکات این مطرب موندن همه حیرت زده شدن جای دیگه میگه مطرب از درد محبت عملی میپرداخت که حکیمان جهان را موج خون بالا بود همه هاج و واج داشتن نگاه میکردن و بیت انتهایی از غزل سیوم که عرض کردم نگاه حافظ رو برای شما ایانتر از همیشه میکنه که او عشق رو سرلوحه همه امور میدونه و معتقد هر عملی حتی اگر عمل نیکی باشه حتی اگر پوشیدن لباس احرام یا احرام بستن برای تواف کردن دور کعبه هم اگر باشه که در ظاهر عمل بسیار نیکی است کسی میره به حج این هم اگر بدون عشق انجام بشه دوزار نمیارزه یا حافظ هران که عشق نورزید و وصل خواست احرام توف کعبه دل بی وضو ببست این احرام بستن هم نمیدونم در جریان هستید یا نه بعد کسی که میخواد احرام ببنده این لباس احرام تنش بکنه باید یک لباس دو ای که دوخته نشده باشه بپوشه یک بخشی رو ببنده دور کمرش تا پایین و یک بخشی هم روی بالا تنش در حقیقت بندازه و لباس دوخته شده ای نباید داشته باشه همه لباس ها رو باید در بیاره و این میگه راه و مسیری که شما رو به سرمنزل مقصود میرسونه که این سرمنزل مقصود رسیدن به معشوقه حالا شما عارفانه میخواید نگاهش بکنید معشوق کل و حتی اگر زمینی هم میخواید نگاهش بکنید معشوقتون راه رسیدن بهش عشق عشق ورزیست بدون منطق عشق ورزیدن بدون توقع عشق ورزیدن میگه کسی که بدون عشق ورزی میخواد به وسال برسه زهی خیال باطل سر کار از این خبرها نیست مثل کسی میمونه که این لباس احرام رو برای تواف دوره کعبه میخواد بپوشه یعنی این رو میخواد ظاهر ماجرا رو انجام بده اما هنوز وضوع نگرفته بالاخره جست تواف کردن رو گرفته اولی این مقدماتی داره دیگه شما پیش نیاز احرام بستن شستشو کردن و وضوع گرفتن هست این صرفا همین نیست یعنی انقدر ظاهری نمیگه حافظ میگه این پاکی و تهارت از کینه و بغض و حسد و دروغ مقدمه رسیدن به مقصود هست شستن دل از آلودگی ها در مسیر طریقت و در سیر و سلوک همون زهد هست همون در حقیقت تسکیه نفس هست و برای رسیدن به معشوق هم همین گونه است دلت رو باید از دروغ بشویی از هر آلودگی بشویی و بدون توقع و عشق ببرزی به معشوق و در نیل به او قدم برداری و سعی بکنی که در این مسیر خودت رو ثابت قدم نگه داری جای دیگه هم میگه شست و شویی کن وانگه به خرابات خرام تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده اینجا میخوای پاتو بذاری دل تو باید شست داده باشی امیدوارم از تفسیر و تحلیل غزل سیوم و دیوان و حافظ هم لذت برده باشید کانال رو اگر سابسکرایب نکردید هر دفعه دیگه نگم سابسکرایب بفرمایید زنگوله ای کنارش رو بزنید اگر شبکه های اجتماعی ما رو هنوز فالو نکردید لیستش رو این کنار تقدیم حضورتون میکنم حتما سابسکرایب بفرمایید فالو بفرمایید اگر در اینستاگرام ما رو میبینید فالو بفرمایید در یوتیوب هم که سابسکرایب بفرمایید بقیه شبکه های اجتماعی مون هم هست و اگر قصد همیاری با مجموعه پرشن پوتری داشتید که دست ما رو بازتر بکنه در فرهنگ سازی و توان بیشتری رو برای تولید محتوا به ما بده اگر در ایران هستید میتونید از لینک های دی پی و اگر خارج از ایران هستید میتونید از لینک پیپل استفاده بفرمایید همیاریتون رو به ما برسونید قطعا و ما کمک خواهد کرد در پست بعدی هم ببینمتون به